وقتی که رخ تنها میشه و دیگه هیچ مهره نیست که کمکش کنه، وقتی که همه امیدشو برای پیروزی از دست داده و خسته شده، آخرین راه حل رو انتخاب میکنه، خودشو نابود میکنه تا بازی مساوی بشه. اینقدر از خونه به خونه دیگه میره تا بالاخره توی خونه بهش تیر خلاص میزنه. توی شطرنج به این وضعیت میگن رخ فداکار. یه اسم دیگه ای هم داره که من اون اسمو بیشتر دوست دارم. اسم من پیروزه. بیشتر وقتم و پشت کامپیوتر و تو چتروما و پیج گروه ها و وایبر میگذرونم. کار من به هم ریختن این گروه هاست. اصلا هم حال و حوصله بحثای سیاسی رو ندارم. همون 3-4 سال پیشم که بازارش داغ بود من این کارا نبودم. آها یادم رفت بگم، ما یه گروه داریم به اسم فوش درمانی. با این گروه دیگه جوونا لازم نیست برن تو استادیوم آزادی به هم دیگه فوش بدن و دخترا میتونن پا به پای پسرا حسابی دق و دلشون رو درارن. یه روز که از سر بی‌حوصلگی داشتم تو گروه‌های مختلف از این چت به اون چت می‌رفتم و دنبال یه مشتری می‌گشتم که سر به سرش بذارم، مسعود بهم پی ام داد. من با مسعود تو همین گروه آشنا شدم. تو ربطی نداره. شما موبایل تو بفرست. خیلی بده افتادن موبایل رفیقت تو چای مستر و سرنوشت تو رو تعیین کنه. با همین شماره دادن دوباره سر صحبت باز شد. مسعود از من خواست فردا باهاش به یه قرار اینترنتی برم. قبلا سر چند تا از این قرارا رفته بودم ولی راستش اون موقع خیلی حسش نبود. اما مسعود به زور منو برد تو گروهی که اسمش بود بی پدر مادر. اشتباه نکنید، یه فوش نیست، یه حقیقته. طبق آماری که پارسال منتشر شد 2 میلیون خانواده تک سرپرست تو کشور وجود داره. همه کسایی که تو این گروه بودن یا پدر نداشتن یا مادر یا هر دوش. مسعود که بعد از مرگ مادرش پدرش یه زن دیگه گرفته بود، دیگه تو خونه نموند و تو گاراژ پدرش زندگی میکرد. اون تو زندگیش 2 تا آرزو بیشتر نداشت: خواب راحت دم صبح و پیچوندن سربازی. خلاصه چشمتون روز بعد نمیدیم، تو گروه بی پدر مادر رو 10-20 نفر با عکسای کاربری خفن دوره هم جمع بودن. مسعود منو به کاوه معرفی کرد که تو گروه پدر مرده ها بود. کاوه تو کار طراحی وب و اینجور برنامه هاست. مسعود یه چیزایی درباره کاوه به هم گفت. وقتی پدر کاوه میمیره، برادر بزرگش امضای باباشو جعل میکنه و با یه وکالتنامه قلابی پولای بابا هر صاحب میشه. به جای سهم الارثش هم یک پسگردنی محکم میزنه به کاوه که اون موقع 7 سالش بوده. از همون موقع کاوه میره تو فکر انتقام. غزل تو گروه مادر رفته است. مادر رفته یعنی مادرش طلاق گرفته و رفته. غزل و کاوه تو دانشگاه با هم آشنا میشن و تو شلوغی 88 به این نتیجه میرسن که خیلی خوب هم دیگر درک میکنن. حالا 2 ماهیه که عقد کردن. آماده ای؟ آره. داداشی بیا ماشین خوشگله تو تحویل بگیر. محکم بشین. برین.
پیشنهاد مسعود رو قبول کردم. نه به خاطر اینکه می‌خواستم بی پدرمون به رخ دیگران بکشم، نه، فقط به خاطر اینکه یادم اومد فردا باید با مادرم بریم دنبال خونه و منم اصلاً حالشو نداشتم. این خونه که توش نشستیم رهنش یه دفعه دو برابر شده، باید تخلیهش می‌کردیم. دو هفته بود داشتیم دنبال خونه می‌گشتیم. مردم موجی شدن. واحد 50 متری تو خیابون سرسویل 35 میلیون رهن کامل. دوره آخر زمانه. مادرم بازنشسته آموزش پرورش و بابام که چاق و ساز بود 15 سال پیش سرطان خون گرفت و عمرش داد به شما. هنوز چاقویی که بهم هدیه داد و دارم. روز بعد مسعود با موتورش اومد دنبالم. یه شماره برام بگی؟ اینو بگی اون برام بابا گم میده. اونو من دور دیگه بدبخت. تو برام یکی دیگه میخری یا بابا؟ مارک خرتون چیزا حالید نمیشه دیگه. آره مارک. ویژه سلسبیل و جوادی هم از این مارک فقط. دکمه‌هاش هم دیگه یکی در میون کار میکنه. تو خودم تمام قضیه رفتی تو گوه الان یکی در میون حرف میزنی. چون مسعود فکر میکرد اینا همه تیلیفشون الگانسه، موتور رو دو سه تا کوچه پایین تر از کافی شاپ قفل و زنجیر کردیم. محل قرار یکی از کافی شاپ های نزدیک پارک بود. سلام علیکم. سلام. سلام. از بچه گروهی؟ بله از بچه گروهی. آیدی تون لطفا. آیدی هپی من. هپی من. آره اینجاست. چه آچه؟ با منه. با من. هنوز به گروه نشده. ولی من میتونم تضمین بدم بی پدر. آره بی پدر. باش. نه برای 15 لطف کنیم. 15؟ کارتخون داری؟ کارتخونم داریم. سلام خوبی؟ مرسی بفرمین تشکنه. کارتم تو ماشینه. من هم کیفم تو ماشین جامونه. خب 20 تومن هم بده من 10 تومن. 30 تومن دیگه. بله. 30. ببخشی. بعدا کاشف فهمل اومد پدر این دختری که گروه رو میگردونه صاحب همین کافی شاپه. اینم برادرش. این دوتا هم مادر رفتن، یعنی مادرشون طلاق گرفته و اونا شب تا صبح تو گروه خوش رقصی میکنن تا کاروبار آخر هفته بابایی رونقی بگیره. کی میگه تو این دور و زمان درک متقابل بین نسل وجود نداره؟ به طور متوسط 20,000 کشته تو سال، که اگه یه پنجمشون هم بچه داشته باشن میشه 4,000 تا بچه بی پدر مادر تو سال. ببینید باورتون میشه؟ من فکر نمیکنم تو جنگای داخلی هم هیچ کشوری اینقدر کشته و تلفات داده باشه. هنوز جاگیر نشده بودیم که یه دختر رو دیدیم با یه سری عکسای ناجور که میچرخید و نشون همه میداد. عکسشو تو کاربرا دیده بودم، تو گروه فرعی تصادفیا بود. پدر و مادرش با یه تصادف وحشتناک هر دو مرده بودن و اونم داشت آمار بالای کشته های تصادفا رو میگفت. میخواییم به انجام همه کمک کنیم؟ وقتی آمارش رو شنیدم مخم سود کشید. ببین کار انجامن خیلی. اون تصمیم داشت یه انجامن تشکیل بده. برای عضو شدن باید حق عضویت میدادیم که من با این قسمتش اصلا میونه خوبی نداشتم. خاطر همین زیاد دمخورش نشدم. نیم ساعتی بیشتر نگذشته بود که احساس کردم یه خبراییه. چون کاوه که از ورودمون هیچ محلی به مسعود نداده بود، حالا بد جوری مخش و کار گرفته بود. خماری دخترم اینقدر تابلو بود که صدای ساب کافی شاپ هم در اومد. با دیدن حال اون دختر که بعدم فهمیدم اسمش ماندانست و مسعود که داشت یه جوری نگاه میکرد، فهمیدم دارم گرفتار یه داستانی میشم که به من هیچ ربطی نداشت. اون به من هیچ ربطی نداره. آره ربطش به اینه. بعد یه شب کلی کاسبشین من یه بسته شنده بقیش میذاریم تو جیبم. دختر مایه داره، پدر مادرش خرپور بودن تصادف مردن همیشه رسته. موبایل تو دست شدیدی؟ کافی شاپ همه میخه موبایلش بده. آقا من این کاره نیستم، نمیفهمی؟ آقا مگه من میگم این کاره ای؟ مگه من اصلا این کارم؟ تو به اینه گفتی همسایتون جنسش شوره. خب
کاری نداره دیگه. بعدم این ساقی خودش تلفنش رو جواب نمیده، وگرنه نمیاد به من تو بگه که مردسه من اصلا با یارو سلام علیکم ندارم. مگه من میگم برو باش روبوسی کن، پولو بهش نشون بده، خودش میفهمه دیگه اسکول بازی چیه در میاری. بعدم این دختره الان حالش خیلی خرابه، کارش استپ بیس. کجا بیس آقا جون؟ تو بیس هم نمیدونی چیه؟ کوکائین بیس. یعنی تا 2 ساعت دیگه بهش نرسه بعد ببرنش بیمارستان. از اونم خودش هر کی همشه میفرستن دادسرا. اصلا پولش چی؟ گناه داره بنده خدا. اه. کجا باید برم؟ شما همینو برو پایین، فعلا من بهت میگم. دختره اینقدر حالش بد بود که نمیتونست رانندگی کنه، برای همین ماشینشو داده بود دست کابه. چند ساله بیش که کلاس آواز میرفتم، استاد اون میگفتن که بخواد صداتون باشه من داد بزنین. ماندانا جون من الان حرف نزن. باشه. چقدر طولانی شد؟ خیلی راحت اونجا؟ اون دخترم بود، شکوفه. احتمالا برای چاپ بروشورای انجمن خیالیش هم این دختر پول داره رو تیغ میزد. شب دو اینا بود دارم توی کسی با توبانه خلوت سرم از تنجیر آوردم بیرون، هرچی دلم خواست داد. غزل دلم خواد داد بزن. شانس آوردیم داد نزد، چون وسط ترافیک گیر افتاده بود. دست درد نکن. گرفتی؟ درمیدی؟ آقا نمیخوای بری؟ را بیافتم؟ یه دقیقه وایسا، خلاف سنگین ها. آقا برو بابا، برو، ما اینجا آبرو داریم به خدا. بچه شیر برنجا دماغشون رو نمیتونم بکشن بالا، پایپ میذارن تو کیفشون. دم خونه بودم آقا، میتونستم باشون ننم که ای کاش دوباره سوار نمیشدم. ولی مسعود میخواست موتورشو برداره، منم بدم نمیمد بعد از این چیزایی که دیدم یه بادی به مخم بخوره. قربون دست دایی، برات زحمتی نیست ما رو جلو همون کافی شاپ بذار دیگه؟ نه تو رو خدا، چای دیگه مهمون باش. والا واسه جنس 300 تومنی 500 تومن گرفته، 2000 پول آژانس نمیده. حقش بود ازت نمیگرفم، همه رو خرج نشکش میکردی. نش خودتی ها، درست حرف بزن. ماندانا نو، تا 2 ساعت پیش نفسش در نمیمد، اما حالا چه زبونی با کرد. حالا مانده رو گشنت نی؟ تو چی شکو؟ اسم تو شکوه؟ شکوفه. حالا هرچ اسم خود چیه؟ چون تو؟ من؟ سرورت مسعود. نه مسعود نمیتونست بی خیال ساندویج مجانی بشه. ماندنم هفته دیگه یه پارتی دعوتی. کجا؟ پادگاه. ای بابا یادمون نندازین دیگه، احوالمون گمرغ شد. یه همون ساندویج میخوریم آیا اسمش نگا یه گود بای پارتی حسابی باید بگیری ها. آره با 2 سال عمر شیرین دا خدافزی کن، گود بای پارتی هم داره دیگه. یعنی اینقدر بده؟ درس میخوندی میرفتی دانشگاه؟ داشت میخوندی که دولتی جای ما نیست، آزادم که پولش نداری میخوندی دلت خوشه. ولی باحال میشد تو آخر میرفتن سربازی ها. عالی میشد، موقع من حاضر بودم تو آخر عمرم سرباز بشم. ای تو هم باید بری؟ من رفتم. تو رفتی؟ شانس او معاف شده، من رفتم. میگم یک کچل پارتی واسه شون رو بندازین چطوره؟ قشنگ گرفتم. آیا همسایه همسایه که جنساش مشتیه. من که پایم، مامت ته میزنم.
فهمه شد که فوریه. خفش زر نزن ها. این کاره نیست خب. شرط می‌بندم. شرط منی؟ آپای باشه. ای نزدی موبایل تو بعد بدی به من. خوب زبلی. شاید من دیگه خودت گفتی. آقا شما اصلا میدونین مارک موبایل این خانم چیه؟ آره بابا میدونم. این آنجلینا جولی هم اصلا اینا داره دیگه. پس میدونی. بلد بود. اصلا موبایل نخواستین. شمارش که میتونی بدی. شمارش بده. چه زود پس اخاله میشی. و شما کفشت رو بده. شماره اینا که بابا بزرگ. مزه. تو شماره من بده من بهت زنگ میزنم. چیکار داری؟ امتحان کنیم دیگه. شما ملی تماشا الو. نه. خوشت اومد. بده شماره تو بده. لودگی مسعود کار دستم بود. شماره موبایلمو بهت میدم. اه؟ فقط یه شرط داره. هر شرطی بگی قبول. هر شرطی. هر شرطی دیگه. شکوفه بیا قیصر بیا. شرط چی؟ شما دور وایس کاوه بیا. شما عقب شر رو بکن. غلام اون ادبیاتت. نامرد هم رفت قاطی دختره دیگه. نمیخوای بریم؟ میریم سب داشته باش نه خب حاضری؟ بابا بیخیال چین؟ به همین زودی جا زدی؟ جا زدی چیه؟ این چه شرطی آخه؟ همینه دیگه هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد. طاووس؟ این بیشتر شبیه ببر بنگاله. همونجا. خب آقای همه فن حریف، این همه خونه یکی گفتم، خونه دوستامه. خیلی هم بعضشون خوبه. ببین هیچ که تو این خونه زندگی نمیکنه فعلا، همشون رفتن شما. خب که خب، مگه نگفتی هر شرطی؟ رفتی تو این خونه شماره موبایلم بهت میدم. شماره موبایل تو زندون به چه دردم میخوره؟ زندون کدومه؟ میگم هیچ که تو اون خونه نیست. لابد سر اون نیزه ها میخوام به سیخ بکشنم بهم بخندین ها؟ همون نرده یه گربه رو داره. البته اگه جرعتشو داشته باشی. حالا نمیشه یه کاری بی درد سر تر بکنیم؟ بگو میترسم دیگه. میترسم. من میترسم. آقا من میترسم. هله؟ یعنی نمیری؟ نه که نمیره. اصلا کی با تو حرف زد؟ خرمگس معرکه؟ نه رو به جهنم. من میخواستم حالی که داده بودین رو جبران کنم. آقا بریم. یه دقیقه وایسا. ببین هر چی از این خونه برداری دست کم 7-8 میلیون پولشه. آه؟ چی میگی؟ ماندنم. بس دیگه قد اصرار نکن. کاوه از همون اول با این بازی موافق نبود، ولی اون 7-8 میلیون بد جوری گوشای مسعود مخملی کرده بود. زده به سرت؟ هرچی برداشتم مال خودم دیگه. هرچی برداشتی مال خودت. اگرم خواسته میتونی تریپ فردین بازی در بیاری، نصفشم بدی به این رفیقت. بنتل شماره تو بده یه میز بندازم. نه اون که چیه؟ رو کاغذ نیست، موبایلم خراب. زکی بیا. چیکارش کنم؟ برو یه رو باش حال کن. همچنین قیافه هم ندارم. بیا این هم دست تو باشه دیگه. تو هم برو باش یه رو بال کن. این چیه؟ مارکش سی دبلیو سی هم موازبش باشی از اون برای آب من. این که کار نمیکنه که. آره خب این میدونی چون افته چای مسترا خاطر هم مسترای عمومی یا خصوصی کدومش داری؟ نه مسترایی که خصوصیه ولی توی گاراژ عمومیه. ای چندشا نه.
بهیم بخنی. دیدی رفیقه چجوری رفت سر کار؟ سر کار؟ چجوری؟ اوه کسی تو این خونه زندگی نمی کنه که همشون اسباب کشی کردن رفتن. اسباب کشی کردن؟ بله اسباب کشی کردن رفتن. خونه خالیه. زدم بچه زدم رکورد زدم رکورد خودم رو زدم 1,850,000 گوشی تو بده یه زنگ بزنم شارژ ندارم که. ای بابا تو کی شارژ ده؟ گوشی تو بده قطعه. کمک نمیخواد؟ خیلی بامزه این. بده من. ببین تعارف نکنی، همه جا حسابی بگرد. هرچی خوردنی مردنی هم پیده گرم مشمال خوره. آقا این بعد استاتوس شه، 1,000 لایک بگیر. بذار یکس بگیرم هم بذاریم کنارش. بیا شوگو جان دوتایی بگیر دیگه. بیا بزن. خب این عکس هم برات میفرستم داشته باشی. نمیخندی؟ آقا این رفیقت بد تمام کرده. یه این هست بابا. نمیخوای جواب بدی؟ نه. سودابه دیگه کنون خریه. ایه دوستم دیگه. آقا یه کاری کن، یه زنگ بهش بزن. گوشی تو بده غزل. ای بابا جواب نمیده که. دوباره بگیر. یه دقیقه بزنم اونم پایمینم چکا میکنم. یه دقیقه آقا کجا بریم؟ آقا بریم چه خبر دیگه؟ همجوری بشینیم اینجا؟ الان نمیشه کار کرد آقا. بشین شما بگیر دوباره تلفن. بچه ها بریم پایین. کردم اگه مسعود گیر بیفته باید چیکار کنیم. بعد جوری دلم شروع میزد. چی بود رفت خونه؟ از ما میپرسی؟ یه زنگ بهش بزن دوباره. نه نزن، شاید اصلا مسعود رو نبینه. راست میگه. خب اگه حرف زنه مرد صداشو میشنه. بعد جوری ترسیده بودیم. بس دیگه. یه بار از اول تعریف کن ببینم چی شده. بدبخت شدم. نه شما هی زنگ نمیزدی منو نمیدید. دقیقا جلوی در واسده بود. گیر افتاده بودم، ترسیده بودم، نمیدونستم چی کار کنم. کی اونجاست؟
خب شاید بیهوش شده، خون از سرش اومد. دو با خون خوبه، میگن خون خوبه اینجور وقتا ها. من دانم بچه یه دقیقه صبر کنی فکر کنی ببینیم چی کار باید بکنی. کجا؟ سر قبر بابا. یه دقیقه بیکنه بزنم پیادشم بابا، خون خوبه. زنگ میزنیم 110. 110؟ آره از یه تلفن عمومی زنگ میزنیم 110، آدرس خونه رو بهشون میدیم. یارو حتما سرش گیج رفته بیهوش شده دیگه، اونا میرن تو خونه اگه ببینن خیلی حالش بده میبرنش بیمارستان. آره آره فکر بدی نیست. کی با پلیس حرف بزنه؟ من؟ نه خودم، خودم حرف میزنم. شوخی بیمزه کار من بود، ولی به خدا باور کنی نمیدونستم قراره یکی اون وقت شب بره تو خونه. دل خوشی ازش نداشتم، ولی این تیکر خوب اومد. معلوم بود یه هوا معرفت تو وجودش هست. ببین من دانا تو پیشنهاد دادی، همه ما هم قبول کردیم، همه تقصیر نبا بنز کردن خود، فقط باید دنبال تلفن عمومی بگردیم. بچه ها تو رو خدا زود باشی در کاری میکنی. نیست. چی شده؟ موبایل نیست. یعنی چی؟ موبایل این دختره نیست. موبایل هم فکر کنم کجا گذاشتیش؟ کی گذاشتی تو جیبت؟ همون موقع که خوشمزگیتون گل کرده بود ای زنگ میزدی؟ چی شده؟ گم کرده موبایلو. گم کرده؟ باید اقا تمرکز کنم کجا گذاشتی؟ نیست بچم، یه آژانس همی پشته، من خودم میرم دیرم شد. نه افتادی تو خونه دیگه. آقا فکر کنم ببین چیکارش کردی. خب اگه افتاده باشه تو خونه که نمیتونیم زنگ بزنیم 110. 110؟ من میخواستیم زنگ بزنیم 110. بابا گفتیم زنگ میزنیم 110، مامورا میرن تو خونه یار طوری شده باشه میبرنش بیمارستان جایی. ببین خودمون میریم. چی میگی تو؟ بابا خودمون میریم تو خونه، هم از حال یارو با خبر میشیم هم موبایل رو برمیداریم دیگه. معلومه هنو نشه یا؟ اگه یه بار دیگه به من گفتی نشه نگفت که پسر این دست رو بگارم. ماندنه ماندنه مسعود یه دقیقه بابا ایسا ببین من چی دارم بگم. صدا تو میاد پایین داشت، من نه شما رو دیدم نه با شما کار دارم، خودتو هر غلطی میخوای بکنی. ببین ما هممون با هم بودیم، یه مشکلی پیش اومده، خب حالا با هم حلش میکنیم دیگه. خودتون حلش کنیم. پیروز بیا بیا بریم دیگه واسطه. من این بچه ها رو نمیشناختم، اولین باری بود که میدیدمشون. چرا باید با اونا میموندم؟ چیکار کنیم؟ من میگم برگردیم جلوی خونه. میخوایی از رو دیوار بری؟ نه میگم شاید بهوش اومده باشه. خب بهتر نیست اول در بزنم؟ آره خب ضرر که نداره. شکوفه است تو، گفتم سوار ماشین شدی یه اسمس بزن. وای چه خوب شد اون رفت، داشت سکته میکرد از ترس. وای یا خدا. سلام. سلام، مشکلی پیش اومده؟ نه. منزلتون تو همین خیابونه؟ نه من گوشی مانتن نمیداد، به دوستم گفتم یه جا نگه تا من یه زنگ بزنم. بعد شما چه نسبتی داریم با هم؟ ایشون خانم من هستن، ایشون هم دوستش. شما یه لحظه از ماشین پیاده شو لطفا. خسته نمیشید. شما خسته نمیشید. مدرک شناسایی؟ بله ببخشید شناسنامه رو بده. ببخشید. خواهش میکنم راحت باش. بفر. جالبه شما همیشه شناسنامه همراهتونه؟ نه ما همین امروز صبح اقدام کردیم برای یه گذرنامه، بعد دیگه مونده تو کیف خانومم. عجب. بعد انشالله
کجا تش میبریم به سلامتی جناب آقای نجم؟ بلن که هیچی دیگه، میگم حالا تا ببینیم چی پیش میاد. بفرم شما چی خانم؟ ماشین مال خودتونه؟ بله. کارت ماشین گواهی نامه؟ شما میتونی سوار شید. بفرم شبتون بخیر. بریم؟ بله بله بفرم. مراقب باشید. ماندانه امشب میاد خونه تو؟ آره، که حالم خوب نیست، نمیخوام تنها باشم. نظر بکشه دیگه، برای امشبش بس. افتا میخوام ترک کنم. کاوه جان، کم نکنه واقعا بلای سر یارو اومده باشه. کاش حرف ماندانه رو گوش میده. نه بابا، اگه اینجوری بود که الان هممون گوش کلانتری بودیم، الان هم دیگه نمیشه کاری کرد. فقط باید دعا کنیم به هوش اومده باشه، حالش خوب باشه. پس بیا فردا دنبالمون بریم دم خونه سرگوشی ها بدیم ببینیم چه خبر. باش حتما. ببخشید. درد سر شد برات؟ نه نه بابا، خوب هر چی بشه برای جفتمون میشه. بیا موازه بشه بشین دار باش. غزل به بابات یه زنگ بزن. حالا بزن. یه گوسفند نصر کردم. او نمیدونستم اهل این حرف هم هستی. بابام بود، وقتی ماشین برام خرید یه گوسفند کشت. گفت بلا رو از توی ماشین دور میکن. آشغالا رو دو شبه نذاشتم بیرون، الان خدا میدونه خونه چه بویی گرفته. وای ها، ترسوندی ما رو. دو روز ازت بیخبری، تلفن رو جواب نمیدی، نگران شدم. نگرانی نداره، مگه کاوه به تو نگفت الان خوبه؟ برو تو من دانم. سلام. ببخش. شما ببخشید، من مشتاق هستم، پدر غزل. معرفی نمی کنی؟ ببخشید حواسم نبود. دوستم ماندانا. شما خوبید؟ بود. خب میایین تو؟ اینجا یه خورده به هم ریخته است، بفرمایید. سبت نکش، من نمیمونم، دیر وقت، ساعت از دو گذاشته. افسانه هم زنگ زد، بیدار تو هم برم. اونم نگرانت بود. چرا نگران؟ هر جا هستم با کاوه میگه. ماندانا چرا بایستادی؟ بشین. ما امروز رفتیم برای تعویض گذرنامه. غزل، تو قراره یکی دو ماه آینده خانواده تشکیل بدی. بهتر نیست یه خورده تمرین آشپزی خونه داری بکنی؟ بابا، ما تا 20 روز دیگه گذرنامه‌مون رو می‌گیریم. باشه، وقتی دیگه در مورد شرف می‌زنم. حتما دوستت هم خسته است. افسانه بچه‌ام خیلی دلتنگت شده. فردا شب شام منتظرت. به کاوه هم بگو. بابا، به یه شرط میام. این که شناسنامه ما به هم بدی. من که دارم میرم پایین، زباله هرم بده بر.
میگفتی با بابات زیاد دعوت میشه، همیشه همینجوری دعوا میکنی؟ ببینم این قضیه گذرنامه‌تون راسته؟ آره، فقط امیدوارم مکاوه گیری ندن گذرنامه رو صادر کنن. یعنی واقعا میخواییم بریم؟ خب تو که هنوز شناسنامه آمریکایی تو از بابات نگرفت. بالاخره مجبور شناسنامه به هم بده دیگه. ببینم یه سوال، تو گفتی که بابات وقتی که تو یه سالت بوده با مامانت سر ماجرای ایران اومدنشون دعواشون میشه و تو رو برمیداره میاد ایران؟ خب مامانت اگه میخواست میتونست تو رو نگه داره، مگه تو اون موقع شیرخواره نبودی؟ وقتی رفتم آمریکا و پیداش کردم از خودش میپرسم. بابا میگه هر دو دانشجو بودن، شاید وضع مالیش خوب نبوده. یعنی از اون موقع تا حالا تو هیچ خبری ازش نداری؟ نه، بابام هیچ آدرسی بهش نداده. دو سه سال اول رابطه یه طرفه بوده، فقط بابام بهش زنگ میزده، بعدش هم که دیگه آدرسش رو عوض میکنه هیچ خبری ازش نداشت. اونم حقوق میخونده، شاید مثل بابام وکیلی چیزی شده باشه. قرصدم بعد از این بخور. ببینم یعنی تو واقعا فکر میکنی تو اون امریکای با هم گندگی میتونی پیداش کنی؟ اسمش سیکیورتی نمبرش تو شناسنامه هم هست. خوشگله نه؟ کی؟ مامانم. آره خوشگله. حالت رفتیم یه آپارتمان تو کوچه حسین نژاد دیدیم، پشت پارک. با مالک قرار گذاشتیم فردا صبح ساعت 10 بنگاه فرزادی. همش تو فکر اون بنده خدایی بودم که معلوم نبود چه بلایی سرش اومده. خوردم دهنم چوب شده. بابا از موبایل تو دارم به من زنگ میزنن. میدونستم اگه بخوابم نمیتونم به موقع بیدار شم. به خیال خودم صبح اول وقت از خونه زدم بیرون. پلیس ها از من سرخیز سر بودن. الو اصول، الو چی میگی تو؟ بلندتر حرف بزن. حاضرم شرط ببندم مسعود وقتی خبرشنی داشت اون سر بیخاصیتش دنبال یه قبرستونی میگشت که توش خودشو گم و گور کنه. بابا کری نمیشوی؟ میگم زودتر باید بکشون خبر بدیم. یه تلفنی چیزی ازشون نداری؟ وقتی پای شماره تلفنی یه دختر در میون باشه تمام سلولای خاکستری مغز مسعود دست به دست هم میدن تا اون شماره از یادش نره. چند؟ 200 چند؟ بله
تلفنم به موقع بود، چون فقط دو سه تا خیابون با خونه دوست من در فاصله داشتن. سلام. چی گفت مسعود؟ گفت نمیام. نمیام؟ غلط کرده که نمیاد. پای اون بیشتر از همه اینا. تو حواست به رانندگیت باشه، بگی شمارهشون. تفلیا رنگشون پریده بود. خودم دست کمی از اونا نداشتم وقتی کاوه بهم گفت از تلفن ماندانا با غزل تماس گرفتن. چرا تلفن زنگ زدن جوابشون رو ندادی؟ اینجوری بیشتر شک میکنه. بردارین چی بگی؟ گفتم چه میدونم. موبایل ما رو دیشب دزدیدن. فکر بدی هم نیستم. الو؟ سلام علیکم. ببخشید من میتونم با آقا مسعود صحبت کنم؟ اصلا میتونی بگیم بگیم بله. آقا این یه رو به پیش از خونه زدی بیرون. مسعود عمرم بزن. ببین کاوه پیروز حرف خوبی میزنه. میگه الان موبایل حتما دست ماموراست. خب ما به مامورا میگیم موبایل ماندانا دیشب ازش دزدیدن. خب این بدبخت دیگه نمیدونه با موبایلش چیکار کردن و کجا رفتن دیگه. نه بابا جواب بده. یعنی چی میگه دیگه؟ با هر کی داره یه چیزی میگه. بس حرفمون رو یکی کنیم بعد. راست میگه. یه داستانی سر هم کردیم. دیروز وقتی ماندانا و غزل کاوه از کافی شاپ بیرون میان، یه موتوری کوله ماندانا رو میزنه و فرار میکنه. اگرم لازم شد کسی شهادت بده، من اونجا بودم، صحنه رو دیدم. ببین گوشی رو دزدیدی نوش جونه. اون موبایل خودش 7-8 میلیون میارزه. تو کیفم هرچی برداشته واسه خوده. تو فقط سیم کارتو به ما پس بده. خانم مشتا؟ بله؟ چرا تلفن رو جواب نمیده خانم؟ اسم من از کجا میدارم؟ خب از تو الو الو مریض میتونه نکنه. مریض هر چهار تلفن میتونه اسمی رو در جواب بده. جواب بده. بله عرض کردم چرا تلفنتون به شما هیچ ربطی نداره. سیم کارتو میده یا بسوزونیمش. دوستم کلی شما رو تون سیف کرده، لازمشون داره. اصلا بهتر نیست من با شوهرتون صحبت کنم؟ شوهر؟ بله شوهرت. بابا نه این طوری که صدا میپیچه انگار رو آیفون گذاشته اونم داره میشنوه. آقای نه بله سلام. آقای نه بفرمایید. نشناختی؟ روبروی پلاک 18 آ. جالبه شما همیشه شناسنامه همراهتونه؟ نه ما امروز صبح اقدام کردیم برای یک گذرنامه. شما به ما چیزی؟ به اسمایی رو ما گذاشته مزاهم گشتاپو. بله چه بله سر این بدبخت آقا جنایی هست بچه ناکارش کردی. بخش من اصلا متوجه منظورتون نمیشم. خوبم میفهم. ببینم اصلا خودتون نپرسیدی این موبایل هست من دوستم چی کار میکنم. دوستتون؟ بله همکارم، همون که کارت شناسایی شما رو گرفت. من اون موتور نشسته بود. بعد کجا انشالله به سلامتی جناب آقای نجم؟ ما همون شب به شما شک کرده بودیم. من راستش فکر نمیکردیم قضیه اینقدر جدی باشه. گفتیم نهایت قضیه منکراتیه. ماموره برای کاوه تعریف کرد وقتی بچه ها از خونه فاصله میگیرن اونا از تو حیات صدای ناله میشنون. وقتی میرن تو خونه کارگره رو پیدا میکنن که کنار دوچرخش افتاده بوده. تو فاصله که ماموره دیگه پلیس آمبولانس رو خبر میکنه اونم تو خونه موبایل ماندانا رو پیدا میکنه و متوجه میشه آخرین بار 1 ساعتی پیش از تلفن غزل با این موبایل تماس گرفته شده. وقتی عکس زن تو رو صفحه موبایل به دوستم نشون دادم فهمیدم بعد جوری تو درد سر افتادی. تو اون یارو تو راه بیمارستان تموم کرد. اگه نیم ساعت زودتر رسیده بودیم بالا سرش زنده میمون. آقای نه متوجه این؟ تو خونه تا پیداش کنم. حالی چون؟ وقتم حالی چون؟
آقا میگم موبایل از ما دزدیدن. من یا تو بده احمد سرم کن، نمیخوام بدونم تو اون خونه چی کار کردی، نمیخوام بدونم برای چون بدبخت بود. ببین خونه تا فردا زو دست مامورای آگاهی، یعنی اینکه من تا فردا زو وقت دارم موبایل رو برگردونم تو خونه. میفهمی یعنی چی؟ نه. یعنی اینکه شما تا فردا صبح وقت دارین 100 میلیون تومان برسونین دست من، منم بی خیال همه چیز میشم، موبایلم بهتون پس میدم. نگی نداری تو صاحب این موبایل 7 8 میلیونی یه ماشین سواره که بیشتر 200 میلیون میارزه. دو دقیقه وقت بدین فکر کنم. آقا این ما سه تا رو با هم دیده تو ماشین، فکر کرده ما یارو رو کشتیم. خب میخوان موبایل رو برم بدن به مامورا، برم بدن بعد میان سراغ ما، ما هم این داستان رو براشون تعریف میکنیم. آخه قرار نیست که به خاطر یه شوخی محکوم بشیم که. بقیهش هم پای مسعوده. مرد حسابی که نامردیه. نامردیه؟ این حقیقت. یه نفر رو کشته باید وایس باشه، بقیه هم هر کی به سهم خودش. تو اگه جای مسعود بودی همینجوری سهم رو تقسیم می‌کردی. من جای مسعود نیستم، من که از دیوار مردم نمیرم بالا که. اون رفیقت بود تا چشمش به پول افتاد دیوار رو راست رفت بالا. بابا یه نفر مرده، اگه بیان دنبالم پای هممون گیر. ببین خوب گوش بده ببین چی میگم. اون موبایلی که الان تو دستای تو مال من، من آدم کشتم، به مواد احتیاج داشتم، جنس میخواستم. اون آدمه به بهونه اینکه میخواد به من جنس بفروشه منو برد تو اون خونه. برشتر میگم برشتر. الانم هر کاری دلت میخواد برو بکن. گوش کن آقا جون، این خانم حالش خوب نیست، اصلا نمیفهمی چی داره میگه. تو دیگه کی هستی؟ من دوستشم. یکی آدم کشه 100 نفر دور خودش جمع کرده. آقا تو پول میخوای ما پولتو میدیم دیگه. من تو رو نمیشناسم. گوش بده به همون نجم. گوش بده همون نجم با تو کنم. بله بهت گفتم به من مربوط نیست اونجا چه غلطی کردین. پولو میدین موبایلو پس میگیرین، آره یا نه؟ باش. همیشه نمیشه از ظاهر آدم قضاوت کرد. مردایی که کلی ادعای مردونگی دارن حاضر نبودن اینطوری همه تقصیر رو گردن بگیرن، اما این دختر ماندانا غذر اون قرصه رو نصیبت بخوری یادت نره. بچه ها کجا رفتن؟ باورم همین نمایشگاه این بغل پمپ بنزین. بزنم باش رفت که یه زن موجه تر باشه مثلا. میخواد برم یه جای خودم رو گم و گور کنم. تا دیشب به زندگی خودم گند زدم، از دیشب معلوم نیست به زندگی چند نفر دیگه. من چی به زندگی خود گند زدی؟ فضول بردن جهنم. میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ گفت پیروزش اونجاست.
سرک بکشید تو زندگی مردم؟ عکس کی بود؟ چه جوری تونستی این داستان رو سرهم کنی؟ چه داستان؟ همین که برای این یارو مأمور تعریف کردی که اون یارو رو تو کشتی. خودش تعریف میکردی قیافت یه جوری شده بود انگار واقعا اون کارو کردی. فکر نمیکنم اونقدر نشونه گیریم خوب باشه که صاف بزنم تو هدف. من نمیدونم کاوه میدونم چی شد؟ هیچی میفهم پول لازمی میزنن تو سر مال دیگه. این بونگا یه آشنا نیست. بونگا نیست، دلاله. دلالم آشنا غیر آشنا نداره که. اصلا مگه ما الان میتونیم ماشینو به غیر آشنا بفروشیم؟ آقا اونی که من دیدم هزار تومن رشوه میگیره. قبول میکنه، 80 تومن قبول میکنه. تازه پول گوشی هم هست. راست میگه. چیو راست میگه آقا؟ گوشی مدرکه، مگه ما میتونیم بزنیم پیش اونا بمونه؟ بابا راست میگه، اصلا این به 80 میلیون هم راضی میشه. باور کنم کمترش هم راضی میشه. سرش هم زیاد. اصلا اومدیم اون پولو گرفت دیگه، زد زیر همه چی. مگه میتونه بزنه زیرش؟ پولو بگیره گوشی رو نده، این هم عیار نشونی داریم، ما میریم لو میدیمش. مانا کارتشناسی تمراته؟ آره. کارت ماشینم که اینجا سند کجاست؟ سند ماشین دیگه. وقتی کارت ماشین به اسمت، یعنی سندم باید باشه دیگه. من سند ندارم. یعنی چی ندارم؟ یعنی دارم ولی دستم نیست. کجاست؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم ماندانا؟ آقا برو به این بونگایی رفیقت بگو این بدون سند میتونه ماشینه برای اون آب. آقا اونجوری نصف قیمت هم نمیخرن دیگه. آقا دستمال بده، چی پشت دستمال بده. بیا خوبی؟ چرا حالش خیلی خراب؟ خانم بدونم سند کجاست. کجاست؟ خونم. خونه تو؟ همون خونه که توش به دنیا آمد. یک سال پاشو تو این خونه نذاشه از وقتی مام باباش فوت کردن. بابا سخت خداییشم. چرا اومد؟ نمیتونم. میخوای با هم بریم تو؟ نمیتونم پاهم بذارم تو این خونه. چیزی اینجوری نگام کنی؟ تو برو. کجا؟ تو خونه دیگه. من؟ اینقدر سنگ دوست تو به سینه میزنی نمیخوای بهش کمک کنی؟ خب من خونه شما چی کار؟ من اصلا نمیدونم سند کجاست که. تو برو، من تلفنی بهت میگم کجاست. قربونت دیگه، هرچی خونه مردم رفتیم بس. ببینم نکنه دوست داری رفیقت بیفته زندان. چرا کاوه نره؟
برای اینکه تو عادت داری سرک میکشی تو زندگی مردم. خب حالا چی کار کنم؟ برو پشت ساختمون. پیروز این دره کجاست؟ اون پشت قفله. بابا دیدی که یک کلید بیشتر نداشتم، بقیه دره اینجا همه قفله. باید بری از دره استخ بریم. پیروز من الان پشت ساختمونم، یه ماشینم اون تو پارکه. همین راه برو دلو اینجا یه دره با یه راه پله. چیکار کنم؟ از این در برو. پیروز نه ترسون، سگو به زنجیر بستن، کاری به کارت نداره. پیروز چیزی نیست. بزن رو اسپیکر تلفونو. چی میگی تو؟ میگم بزن رو اسپیکر تلفونو. برو نزدیکم. بشین. چی بابا من یه وای سگه. آس بشین. آروم باش پسر. آب باری کله پسر خوب. آروم باش. ببین این رفیقمه. کاری به کارش نداشته باش. دلم برای تنگ شده بسن. حالا برگرد برو بشین سر جا. آفری بسن. ای تو نگفتی یه سال ایشکی توی خونه زندگی نمی کنه؟ دا این برای اینکه دوز نهید این سگ و بسته اینجا. چرا من نگفتی اینجاست؟ پیروز اگه میگفتم میرفتی؟ این که اینجا سر راه خوابیده. اون سگ دیگه کاری به تو نداره. یعنی مرد آزارترین دختر جهانی. از کنار استخ مستقیم برو. رفتی؟ آره بابا دارم میرم. انتهای زیرزمین یه دره. دیدم. یه راه پله است. از اون راه پله برو بالا. در اینجاست قفله. وسط را پله چی میبینی؟ دو تا پنجره. دو پنجره باید یک کلید باشه. آه اینجاست. باز شد. برو جلوتر. اومدی؟ بیا تو. بیا ببین میتونی پیداش کنی؟ آه کثافت افتاد. حواست باشه پاتو نذاری روش بشکنیش. درست مال چشم راستم هم بود. اگه پیداش نکنم اصلا نمیتونم ببینم. از پارکینگ اومدی انتر؟ لابد به یاد گذشته ها. آره چرا وایسادی؟ چرا خوشگت زده؟ تو کی هستی؟ داری منو میترسونی؟ منم ترسیده بودم.
کجایی؟ برو جلوتر پیروز، خوام خوب صدامو بشنو، خوام خوب بدونه که چرا دیگه حاضر نیستم ریختشو بدونه. ماندارا مادر، من دختر تو نیستم. مادر، مادر، همه چیزم ازم گرفتی. باز شروع نکن، خودت هم بهتر میدونی که من دلم نمیخواست به اون سفر جهنمی برم. جهنم اصلی تویی، تویی که با کثافت کاریت نذاشتی بابام سرشو بالا بگیره، تویی که با کثافت کاریت گند زدی به زندگی من و بابام. بابام اون سفر رو رفت برای که تو رو بکشه، الان هم تو برا من مردی. کاش مرده بودم، منم چشمو دارم. زندگی کردن توی این تاریکی تقاس کمیه. تقاس در مقابل چی؟ کشتن بابام یا ناموز من؟ چی؟ مثل که یادت رفته. اگه یادت رفته خوب گوش بده، چون دوباره میخوام بهت یادآوری کنم. اون تو بودی که این راه مخفی نشون دادی، به اون رفیقای کثافت تو راه مخفی نشون دادی، راهی که میرسه به اون اتاقی که همیشه درش قفل بود مگر زمانی که من خواب بودم و تو منتظر. آره، خب خوب یادت بندازم، یکی از همون شبایی که معلوم نبود تو کدوم کثافت خونه ای قلب میزدی، یکی از دوستات اومد خونه. خیلی تعجب نکرد وقتی دید نیستی، چون وقتی مادر نیست دختر که هست. تو اون راهو نشونش دادی مادر، تو اون راهو نشونش دادی. اونو ببینم ماندارا کجاست؟ گفتم کجاست؟ هر جا باشه از اینجا بهتره. میبخشی این وقت صبح مزاحمت شدم، باید میدیدم. خواهش میکنم تشریف میاریم بالا؟ آره اگه زحمتی نیست. چیزی شده؟ دیشب وقتی چند بار زنگ زدم به غزل رو جواب ما نداد، رفتم خونش، تصمیم گرفتم بمونم تا بیاد. فرصت خوبی بود برای فکر کردن، فکر کردن به رابطه پدر و دختری که روز به روز داره سردتر میشه. خب شما که خودتون بهتر میدونین چرا. مثل اینکه شما تصمیمتون برای رفتن جدی ها؟ بله آقای مشتاق. پس به اینا احتیاج دارین. که من کم کم داشت باورم میشد شناسنامه غزل پیش مادرش مونده،
خب اگه غزل بدونه چرا خودتون بهش نمیگید؟ آقای مشتاق، من فکر میکنم یه قضیه در مورد مادر غزل وجود داره که شما به من نمیگین. غزل اصلا مادر نداره. نداره؟ داستانش کوتاهه. من وقتی پام رسید به امریکا بیشتر از 3 ماه به ام ویزا ندادن. مطمئن ترین راه برای گرفتن گرین کارت ازدواج با یه زن امریکایی بود. زنهای اونجا هستن که با گرفتن پول تا زمانی که اقامت درست بشه با مهاجرین ازدواج میکنن. من با زنی ازدواج کردم که 15 سال از خودم بزرگتر بود. اون حامل شد. من مخالف زخت بودم و اینطور شد که غزل به دنیا آمد. به خاطر غزل حاضر بودم بقیه عمرم رو با اون زن زندگی بکنم، ولی قبول نکرد. طلاق گرفت و رفت سراغ مشتری دیگه. آخرین خبری که ازش دارم مربوط به 5 سال پیشه که توی بیمارستان توی شهر کوچک ایالت کانزاس بر اثر سرطان ریه مرد. این بود داستان به دنیا آمدن غزل. اونقدر کوتاه که تو فاصله اومدن تا دم در میشه برای نفر تعریفش کرد. ولی من 20 ساله که نتونستم اون قصه رو برای دخترم بگم. یعنی ترجیح دادم یه داستان دیگه براش تعریف کنم. میدونی چرا؟ چون خیلی سخته. دلیل به دنیا آمدن آدم ویزای اقامت پدر و نیاز مالی مادر باشه. یه عکس از مادرشون چی؟ اون عکس چی نیست؟ جز عکس 2 تا دانشجو که توی پارتی شرکت کردن و کنار هم ایستادن و تو بغل یکیشون یه بچه چند ماهی بی مادره. همین. من دیگه نمیتونستم این شناسنامه رو پیش خودم نگه دارم. از اینجا به بعدش به عهده خودت. ولی اگر خواستی حقیقت رو بهش بگی بذار وقتی رسیدید امریکا بگو. خب چرا؟ چون برای شما سخته؟ شاید هم به خاطر اینکه وقتی با راه و رسم زندگی اونجا آشنا بشه راحت تر بتونه با حقیقت کنار بیاد. بهم گفته بود اگر شناسنامه رو بهش بدم امشب میاد خونه. فقط تا مدتی که ایران هستید دلم میخواد بیشتر ببینمش. آقای مشتاق یه لحظه. احتیاجی به این نیست. لازم نیست به غزل بگی. فرض کن به خودت قرض دادم، هر وقت داشتی بهم پس بده میتونی باهاش دلار بخری. آقای مشتاق کافه چرا گوشی رو بر نمیداری؟ همین الان یه نفر از تلفن مانتانا با من تماس گرفت. چی؟ میگه چیه؟ بله؟ شد. به من باشه، من 1 قرون به اینا پول نمیدم دیگه. اول میام سراغ ماندانا بعدم بقیه‌ام. ماندانا با احتیاطیش چه بلایی سرش میاد کاوه؟ معصی چی جرمش قتل میدونی یعنی چی؟ اصلا اونا هیچی، برنامه سفر خودمون چی میشه؟ این همه سال منتظر بودم مامانم رو ببینم. این دیگه چه بلایی بود سرمون؟
بیا بیا اومده. چیزی نیست. چی شده؟ کلافم کرده. میخواد بگه شب بیا خونه. خب برو دیگه. اول باید شناسنامه بده. میگم شاید بنده خدا داره راست میگه. شاید شناسنامه بوده دست مادرت. یعنی میگم اگه مسئله رفتنه که ما هزار جور دیگه هم میتونیم اقدام کنیم دیگه. حالا حتما لازم نیست شناسنامه داشته باشی. کاف اول اگه با اون شناسنامه میتونیم راحت‌تر بریم. دوم من فقط با اون شناسنامه میتونم مامانمو پیدا کنم. تو رو نمیدونم ولی من مامانم تنها دلیل رفتنم. بابا مامور است. بله. اوزان مذاکره برای رفیق جان. الو. الو. آقا من که رفیق شما که نیستم. که چی؟ ما 80 تومن بیشتر نمیتونیم. نشد. داری بازی در میاری. بازی چی در میاریم؟ از صبح تا همین الان تا هرچی بونگا بوده رفتیم. خب وقتی میفهمم برای پول اجاره داریم مفخری میکنم. قربونت یه خورده خودت ماهی بسار. ما تا فردا فقط همین پولو میتونیم بدیم. همین پول ماشه. کلکه نیست. چیکار کنم؟ آدرس بونگا رو بدم بری بپرسی؟ کجا بیایم؟ بعد کجا بهت بدیم پولو؟ فردا بهت میگم. الو آقا. الو. ببین موبایل چی میشه؟ موبایل ندی از پول خبری نیستا. دوش نکنه فکر کردی این تویی که باید چرت بذاری. دوباره بهت زنگ میزنم. چی میگه؟ هیچ. میخواد خیالش راحت چه بودیشو میگه. بیا قضی. نه ولش کن. بزن این پیش من باشه تو گوشه منو ببر. واسه چی؟ با این مردک شده تا صبح بخواد ده بار دیگه زنگ بزنه دیگه. من این شما رو میرسونم بعد میرم دم کارواش باشه ده بار. الو؟ الو؟ ببخشید مثل این که اشتباه گرفت. آقای مشتاق من کاوه هم ببخشید. گوشه غزل پیش من. کاوه؟ بله. داریم میان اینجا دیگه. افسانه میگه شام سرد شد و نه غزل خونه است. گوشش پیش منه جانم. خونه است؟ مگه قرار نبود شام بیاین اینجا؟ ببینم یعنی نتونستی راضیش کنی بیاد؟ ببینی من خواستم خودم باهاتون تماس بگیرم. جناب مشتاق واقعیتش قصد میزدم. اجازه بدین. فکر کردم تو این لطفه من میکنی. من نمیتونم کمک کنم. خوشحالم که تو هم فهمیدی چقدر سخته. بله. همین که تو این راز شریک شدی با من لطف بزرگی. خواهش میکنم. مواظب خودت و غزل باش پسرم. من خدا حافظ. دو نفر از طرف برادر شما آمده بود اینجا. کلید خونه رو هم داشتن. هرچی گفتم اقلا بذارن دو تا پتو باشه. شاید میاد سرشو کجا بذاره. گوش نکردن. با من خندیدن. ببرید تو ماشین بخوابه. نگفتن وسایل رو کجا میبرن؟ نه چیزی نگفتن. خدا رحمت کنه مادرت. این خدا بیامرز اگه زنده میبود برادر شما که از این کارا نمیکرد. بطور سالمه؟ بله. برای چی؟ بگیر. برای چی؟ بگیر. ده یازده صبح حواست به گوشیت باشه. زنگ میزنم میخوام بفرستم به دیگه جای کاری برام بکنم. چشم. کجا؟ میگم صحبت. باشه.
الو 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 کاوه غزل، یه یارو زنگ زد میخواست با تو حرف بزنه، از طرف داداشت. گفتم خانومشم، موبایلش دست منه. بیشور رو اگهش گفت بهش بگو یه هفته وقت داره خونه رو خالی کنه و گروشو گم کنه بره. بعدش هم یه وسایل شخصیشو تعویض بگیره. کاوه چی شده؟ چی بابا؟ اومدن خونه رو خالی کردن. پس بالاخره به سهمان ارث زورکیش رسید. ماشین رو گذاشته تو پارکینگ، گفته اینم از سهم خونت. به نظرم دوباره ازش شکایت کن. مگه نگفتی وصیت‌نامه رو جعل کرده؟ اونو ولش کن، این لپتاپم، کامپیوترم، همه زندگیمو برداشته برده، کار مردمو بعد تحویل میدارم به خدا. بس به خیالش شو. اصلا ما که داریم میریم جهنم. فکر کنم اینم نداشتی. زودتر از اینجا کنده میشی. ما که رفتیم مامانم کمکمون میکنه یه زندگی خوب راه میندازی. کاوه مامان دانه حرف نزدی؟ چرا؟ گفت میخواد تنها باشه رفت خونش. حالا که میدونم چه اتفاقی برش افتاده بهتر درکش میکنم. حواشو داشته باشه. اتفاقا پیروزم زنگ زد حال ماندانا رو ازم پرسید. غلط نکنم یه جورایی گلوش گیر کرده. اون موقع که داشتم میومدم خونه به سرم زد باهاش صحبت کنم و همه چیزو بهش بگم. بهش بگم نگران اتفاقی که تو خونه دوستت افتاده نباش. تو زندگیت بنزه کافی نگرانی داشتی، این یکی رو فراموش کن. نمیتونستم از فکر ماندانا و اتفاقی که براش افتاده بیرون بیام. اگر هیچی نمیدونستم، اگه وارد خونهشون نشده بودم، اگر خودم اون راهو نرفته بودم، شاید اصلا باور نمیکردم همچین اتفاقی برای ماندانا افتاده. یا اگرم باور میکردم، اینقدر از این کاری که داشتم میکردم دچار عذاب وجدان نمیشدم. شریک دوز، رفیق قافله، چطوری؟ بنت شما دستو صدا تو بیا پایین. داش من از شما رو دیدم روا شما کار دارم. خودت هم غلطی می‌خوام. خیلی خوب صدا تو بیا پایین. یه اتفاقی افتاد حالا همه حلش می‌کنیم دیگه. خودت حلش کن. پیروز بیا. بیا بریم دیگه واسطه. حالی گرفتم از این بچه سیب زمین دوترش کردم، موبایلش رو دوتر کردم. چی؟ تو گفتی تو خونه از خیابون داریم بیرون الان. کو موبایل کو تو جوا من تا این باشه دیگه بخواست سر به سر من بزن. بیرون بیرون از من طبیعی باشه. نگینه شما این فکر کنم اصله رو بده ببینم. مثل چی تو جونور عجیب غریبی هستی. باله آقا تو خونه چی شد؟ من با یارو دعوا نکردی؟ مخره اصلا یارو منو ندی. این مردر دیدم نزده اون شلوارم سنگین بشه. داشت حالا اونا هیچی، تو چرا خبرم نکردی؟ برو با مرس رو بینم به زنگ زدیم جواب نمیده. داره نمیدش کن ببینیم تو خونه چی شد؟ هیچی دیگه، دیدم خونه خالی، حالم گرفته شد. رفتم طبقه بالا ببینم چه خبره. یه دفعه صدا شنیدم، اومدم در پلا پایین رو دیدم، دیدم یه لندهور واسه خوش هم میتورید اومد زیر پلا. ترسیده بودم، خوشکم زده بود، نفهمیدم کجا رفته. که از سرسه که راهنده فهمیدم رفته دستشوی. منم دیدم بهترین فرصته، از سالن زدم بیرون رفتم تو حیاط. تو حیاطم که دوچرخه شو دیدم، فهمیدم خواهد من شما دیدین دیگه اومده تو. اینجا بود که یه فکر به کیا کله داشت زم عجشم فهیه پیرم بهمی راحتی. آخ آخ زد چه حالی ازش میگه حالی بشه خواستن زنی بزن از 110.
میگم زنگ نزنم به سر ده. نه دیگه، من نه دیدی وقت گفتم موبایل جا گذاشتم بی خیالش شدن دیگه، حواسم بود. آقا اصلا اینا یهو نه تو خونه. من اصلا این دختره ماندانه کلید گردو میگفت بریم تو خونه ها. نمیرن، اینا جرأتشو ندارن. کجا؟ جل خونه. میخوام ببینم اینا پیداشو میشن. آقا یه زنگ بهشون بزن، اصلا زایه است. به کی؟ به همین یارو دختره دیگه، زن کاوه است. شماره اون به تو زنگ میزدن، شمارش افتاده. نمیخواد بابا بیا. بی خیال بابا، من ازت بدجوری ترسیده بودم. بذار خودت بترسن، من اون تو نترسیده بودم. بیا. ترسیده بودن و مامور بدجوری گیر داده بود. آقا یه فکری بیا زنگ بزنیم به اینا، این ما روح این یاریم که تو این خونه زدین کشتین و ما ازتون انتقام بگیریم. بیا این لوس بازی ها درنیم اسکلشون کنیم، بعدم دیگه بیان برسونم دم کافی شاپ دیگه نصف شای ماشین گیرمون نمیاد اینجا. عمرن اگه موبایل بهشون برگردم میرم. یعنی چه خب راستش که بالاخره بهشون بگی؟ نه برای چی بگم؟ تو معلوم نیستی هم دیگر ببینیم. این چه پولشه؟ رو 7-8 میلیون. مرد حساب اینا امشب تا اینجا اومدن، فرداش هم تا اینجا میرن، میان تعطیل قضیه رو درمیان، آبرو حیثیتون میره بابا. میان چیکار میخوام بکنم؟ فوقش میبینن یارو سالمه، میفهم بازیشون دیدی. چیکار میتونم بکنم؟ خونمون که نمیدونم کجاست. شماره تلفنم کم. آخ آخ صاف. موبایلم از دخترمون. این 1% اگه بره تو فون بوکه شمار تلفن باباتو پیدا کنه زنگ بزنه بهش، بیچاره این. چه سام زودتر بگو. خوشحال شدی؟ ای بخوا حل دیگه. نه ولی آقا اصلا گیریم اینا نیومدن تا اینجا. ولی نه همش بیچاره باید تو هول و بله این باشن که تو این خونه چه اتفاقی افتاده و اینا. آقا این نامردیه. تو نمیخواد سنگ اونا رو به سینه بزنی، به فکر این باش تو موتور و چپ پیاده بره. سر و عزیزتون ما رو آقا نگیره، من همون شانس آوردیم. اینم برای همیشه میفرستیمش. باورم شیش تومنم که آبش کنیم با سه تومن چه کارا که نمیشه کرد. تو با سه تومن میخوای چه کار کنی؟ عروم با آقا یه قرونش هم نمیخوام. آقا علال عروم هم حالا سرش میشه. بکر اینا خودشون چجوری کیسه هاشونو پر میکنم. یه نگاه به دوربر بنده. به خدا اگر گشتگی اینجا سقچی کسی توف هم رو نمیدازی. حالا کی به فکر من و توه؟ بابام که بابام 45 شهر پول یارانه اون ببینه میده، میگه همون اونه کنار قضاق بیشتر 45 شهر میشه. خب بالاخره چی شد؟ فردو بیان زنگ میزنی گوشی رو بهشون پس میدی، این موبایل اصلا به شکل تو نمیخوره، هر جا دست ببینم میفهمن دوزی بدبخت میشی. فهمیدی؟ تو قصه شما فهم چی؟ آبش کنم آب از آب تکون نخوره. سمت هم میارم دو دستی بهت میدم. مادرم خواب میگم سمت هم میارم دو دستی بهت میدم. خیالت راحت. ما اصلا نمیفهمی چی میگم. نه اصلا هر غلطی میخوای بکنی بکن، فقط من شریک خود نکنم. اون نفرش 3-4 میلیون پوله ما. چون این نفر 3-4 میلیون پوله مثلا یه هزار دستگاه ریو. خداحافظ. اصلا تو راست میگی، من دیشب خیلی فکر کردم موبایل نمیشه آبش کرد. من 3-4 میلیون دردی هم منو تو دوانه میکنه که مرد حسابی.
نمیتون گرم 3-4 میلیون به درد نمیخوری که بری برای ماشین یارو بدبخت نقشه بکشی؟ تو این نگفتی مادرت این خونه رو دوست داره؟ آقا موضوع من و مادرم به خودم مربوطه. پیروز گرفتن این پول از اونا مثل کندن ما یه خرس، اصلا حالشون هم نمیشه. دختره برای شما تلفن داماد حرف میزنه، برای شما تلفن دوست پسراش که تو این سیف کرده از این پول بده به خودم. اصلا چیکار به اون دارم؟ اصلا کاری ندارم. تو از اینو بعدت میاد چون اونا پول دارن میمکنن بلای سرشون بیاره حقشو. نه آقا این نیست. چرت میگی؟ کی میخواد بلا سر کسی بیاره؟ فهم نمیکنم. دو سال اونم تو سربازی ادر بشه نمیفهمی اینا رو که من تو مادر تو از اینجا میخوای کجا ببری؟ کیش دادی ها؟ من دارم میگم این پول میتونه زندگی هر دو تامون رو زیر رو کنه. برای اونا چی؟ یه ماشین انداختن زیر پاشون که دو روز دیگه دلشون رو میزنه یا توی جردن انقدر باش بالا پایی میکنن میزنن به در دیوار که 2000 هم نمیارزه. اون منطقی حرف میزنیم دیگه. الان شانس در خونمون زده که الان کار کردیم کردیم نکردیم هیچی دمون جاعت دستمون رفته. چون من بله باسته باش دیر میشه این صبح شد جونم. آقا برو بیا من چه کنم کار برو باش دمت کن. فهمیدی چی میگی دیگه؟ شب خوابت نبوده نگران بودی صبح زود خونه زدی بیرون رفی جلوی در خونه سر رو گوش آب بدی دو تا ماشین پلیسی بگو در خونه هم باز بود. خیلی خوب ساعت برو گفتی بود شمارش راه بیا بگو مسئول هم از ترس خودش رو گمونگو که دست معلوم نیست خودش گرفتی دیگه. مشتاق چرا تلفنتون رو جواب نمیدین خانم؟ بله عرض کردم چرا تلفنتون رو جواب نمیدین؟ به شما هیچ ربطی نداره سیم کارتو میدی یا بسوزونیمش دوستم کل شما رو توصیف کرده. شما بهتر نیست اصلا گوشی رو بدین من با شوهرتون صحبت کنم با آقای نجم؟ قافله چی شده باز بکری؟ خوبه خود قبول داری کارم شبیه دوزی بابا تموم شد دیگه فردا پولو میگیریم خلاص. چه خبر؟ بیشتر وقت در چه حالی هم؟ من نیستم. چی؟ من پول رو نمیخوام تو هم بیخیال شو. چی میگه تو از این میگی؟ حالیت نی؟ فردا همین موقع پول تو دست نمونه نصف نیست. یه نفر پیدا کردم کارت پای خدمت اسب بهم میده اسب با بقیه سهم هم میرم یه زیر پله اجاره میکنم از این سرگردونی در میام. میفهمی اینا رو؟ اینا یعنی زندگی. برو صفا کن. صفا؟ این زندگیه؟ این دوزیه؟ خواستم که چیکار کنی؟ آقا خواستیم یه درس حسابی به 4 تا بچه پولدار علی بیغم بدیم دیگه. دادیم. تازه اونا الان باید بفهم ما اسکلشون کنیم داریم بهشون میخندیم ندونن که اصلا فایده ای نداره. اینجا سرم ها خوب گوشتن که ارازتو باز کن. هر غلطی میخوای بکنی بکن. ای وای والد بخوای نقشه منو خراب کنی بوسی کلتو میکنم. پیروز باید شوخی ندارم. تو بایی آر شدی تو اصلا مشکل چیه؟ من از اولش ما این کار حال نمی کردم. خیلی خوب فردا صبح باشون قرار گذاشتی دیگه ها؟ با تو هم ساعت چند؟ 10. کجا؟ جل کار باشه. خیلی خوب تو اصلا نمیخواد بری سر قرار. کاوه هم فهم میکنه تو هم مثل من ترسیدی خودتو کنار کشیدی. قبول درست؟ بقیه شما من پولو میگیرم میام سهمتم تحویل میدم جلوی در خونتون.
ها؟ باش. تنها کاری که باید بکنی اینه که بشینی تو خونه تا وقت من نگفتم بیرون نیا. این کارو که میتونی بکنی. بقیه شما. کاری که من باید میکردم این بود که این موتور گیر بیارم. نمیدونستم آخرش چی میشه، اما میدونستم کاری که دارم میکنم درسته. مسعود نشونی یه پل توی یکی از فرعی‌های جاده برامی به کاوه داده. باید پولو میذاشت توی چاله و برای برداشتن موبایل با آدرسی که روی کاغذ نوشته بود میرفت. مسعود تهدید کرده بود که با همکار خیالیش در ارتباط و اگه پول توی چاله نباشه کاوهم نمیتونه موبایلتون آدرس پیدا کنه. مسعود میخواست اینطوری مطمئن بشه کاوه به اندازه کافی از پول فاصله میگیره تا اون بتونه پولو برداره، اما مسعود فکر اینجاشو نکرده بود. الو هیدر، برو به این آدرسی که بهت میگم. به به آقا پیروز، جلو نیا. میکرم حلال حروم برات مونده، حلال کم و زیادش برات. جلو نیا. کسا عشقا نیستی. دزدا افتادم به جونم. آخر معرفتیم شما. پیروز بای به خودم همشون درستم تیغش جانره، ولی من خیالم راحت. چرا؟ آقا رفت که ما بمیریم یکی واسه ما گریه میکنم. چون بابا خدا رفت آقا اینقدر خوب مردم رفت سر کار. آقا این عرش بابای منم بده. هدیه بهترین بابای دنیا، بی خطرترین چاقوی دنیا بود. من یه زنگ بزنم به هیدر ببینم این آقا خیلی باشه. باشه باشه. اما دیگه هیچ کس ردی از هیدر پیدا نکرد. انگاری اونم با موبایل دود شد و رفت. هوا نامرده دیگه تا یه ماه بشم. یه ماه هم ندیگه میگم. نه بی خود میگی اون یه حد سرش میگم من مردم میگی.
وقتی از هم جدا شدیم هیچ قول و قراری با هم نذاشتیم. همه چیز به حالت قبل برگشت. باید اعتراف کنم تو مدتی حال و حوصله چت اومد نداشتم. فکرم پیش ماندانا بود. ما هم یه مهلت 6 ماه گرفتیم و موقتا تو همین خونه موندیم. مادرم امیدوار بود که تو این فاصله قیمت اجاره کمتر بشه. یکی دو بار با کاوه تلفنی صحبت کردم، درگیر مشکلات خودش بود. پدر غزلم بالاخره دلو به دریا زد و داستان مادره رو بهش گفت. من مونده بودم و فکر مسعودی که از ترس یک هفته سر کلش تو محل پیدا نشد، تا اینکه با هزار بدبختی از زیر زبون پدرش کشیدم کجا مخفی شده. راستش اینجا اصلا به مسعودی که دنبالی زیر پله بود نمیخورد. منم یادم نمیومد که تو پر حرفیاش از یه همچین جایی گفته باشه. مسعود در باز کن پیروزم. فا آقا مسعود چطوری؟ دعوتم کن بیام تو دیگه. آه اگه شوخی نکردی تو اونا رو گوشتی سر کار، اونا تو رو گوشتن سر کار دیگه، طوری نشده که. حالا مال اونا دردش بیشتر بود. این گوشی آنگل ناگونی هم از کفت رفته. آقا مسعود سعی کردم همه چیزو به شوخی برگزار کنم، اما مسعود هیچ حرکتی نمی کرد، فقط به روبرو خیره شده بود. بابا چرا اینجوری بغ کردی و سکر نمی کنی میابدی خوش میشی یا آقا؟ مگه ما هم رفیق نیستیم اصلا؟ تنها اشتباه همین بود که چاقو رو بهش نشون دادم. آه این اصلا بی خطره، بی خطره. ببین یه دست میزنی اینجا قشنگ میشه ده تو. تصور هر چیزی رو میتونستم بکنم جز دیدن اون. کسافت! آقا میشه از این کوچه نریم؟ پیچیدم دیگه خانم. این خیابون مستقیم میخوره به اتوبان، زودتر هم میرسیم. چیکار کنم؟ برگردم؟ نه آقا بریم. بخش میشه چند لحظه؟ چیزی جا گذاشتی؟ نه. ترسیده بودن آقا عمرن اگه موبایل بهشون برگردن میانو یعنی چه راستشوی بالاخره بهشون بگی؟ نه ولی چی بگم؟ تو معلوم نیستی هم دیگر ببینیم. این چه پولشه؟ رو 7-8 میلیون شکوفه ما رو دید. من باید از همون اول میفهمیدم که آدم بی استعدادی مثل مسعود نمیتونه همچین نقشه‌ای به فکرش بیاد. آه.
بهت گفتم به من مربوط نیست اونجا چه غلطی کردی. پولو میدی موبایل پس میگیری. آره یا نه؟ بهت زنگ میزنم. نمیخواستم ماندانا رو اذیت کنم، ولی خب تقصیر خودشه، این همه پول داره حاضر نیست کمک کنه. دیگه فهمیدنش خیلی سخت نبود که چرا شکوفا آخرین کسی بود که قبل از پرت شدن دیدم. جستافه وقتی که خوب فکرشو میکنم رفتار همه ما شبیه کاریه که رخ آخر بازی انجام میده. اون دیگه به برد و باخت اهمیتی نمیده، اون فقط از این بازی که حرکتاش تکراریه خسته شده. مثل معتاد شدن ماندانا، تنفر مسعود از بچه پولدارا، بی‌اعتنایی غزل به پدرش، در افتادن کاوه با برادرش و آمال و آرزوهای شکوفه و دروغهای من که حالا همشون چند تا عکس میشن و میرن تو فیسبوک و وایبر و واتساپ و به چند لحظه بعد محو میشن، از خاطره ها میرن به همین سادگی. حیرتم از حیات چیزی نفزود، رفتیم به کراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و رفتن و بودن نسود. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتنی من این فلک را زمیان. از نو فلک و دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آزاد. چشمم آغاز شدن غم ها، تا روده رو به ما بسته از همه درها. این بازی بی پایان، این جنگ بی انجام، حقم بیش از این بود. از روی حقیقتی نه از روی موجود.